برگشتیم دوستا و امروز هم در ای بخش ما میزبان بانوی هستیم که فعالیت های تجاری خیلی زیاد داره که نتیجه ای فعالیت هاش زمینه سازی کار برای خانم ها می باشه و بانو تمنا شنواری را با خود داریم، بانوی فعال و تجار که در هر عرصه خیلی موفقیت داره و کارهای خیلی خوب میکنن که شما را خوش آمدید میگم تمنا جان و صبح شما بخیر باشه. سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. تمنا شنواری هستم، مشاور ادقای ظرف دفتر جایزه ترسیدی در باشنده ولایت بغلان و همچنان به خاطر فعالیت های تجاری خود کابل و مزار هم میباشم. بسیار خوب. او همدارنگا باید یادوانا بکنم چه میرمن شنواری یا غل شنواری یو دستگاه در خیاتی نری رانی ولی در سوداگری رانی ولی همدارنگا دوی چه کم رستوران جور کرین یعنی دا فعالیتون کردی چه واقعا هم در قدر وردی او دا چه یو میرمن یا یو انجلی رازی بس کم وقت یا پا یو وقت سو کارونه تر سرکی تمانا جانی زم در تخراق لست این خبرانه تا خوشانه ایم در چه تاسو نن پر خبرانه که لرو که دیشی داره توی چه تاسو پا یه وقت که در طول کارونه سنگه تر سرکه خب بخاطر ازی که کارا زیاد است و یعنی چه قسم من تنظیم رو میتونم ولی بر از اینا یک اسکیچوال درست دارم که چی وقت چون من یک وظیفه رسمی هم دارم در پلی ازی بزنس هم میکنم چون فیلد ما اقتصاد است و به می خاطر بزنس انتخاب کردیم و همچنان ما مطابق از او از 8 تا 4 معمولا قسمی که به همگی در وظیفه می باشم بعد از او ما مثلا صنف 4 پنتون هم هستم تایم شبانه 15 اقتصاد سال آخرم است و بعد از او بعض اوقات چون سال ختم سال است من میتونم که به کارهای روزای شنبه رخصت استم فقط من در روز جمعه و شنبه من می کارا را میتونم زیادتر تنظیم کنم همیشه شرکت میرم در غیر از او از کارمندا هست تیمی بسیار منظم داریم در قسمت منیجمنتش و بیشتر از ما ریموت منیجمنت است یعنی منیجمنت از راه دور که چه قسم او را ما تسک منیجمنت داریم که کارا را به عهده کی باید بسپاریم چگونه ورزی و بیشه یعنی در حین زمان ما میتونم تمام کارهای خود را تنظیم کنم. بسیار خوب. بانو شنواری میرم اولا روی شرکت تولیدی غذایی شما که چی انگیزه ای بر شما ایجاد شد و کدام کار باعث شد که شما این شرکت را ایجاد بکنید؟ خب انگیزه ای که با ایجاد شد به من ای که چون در ولایت بغلان شهر پلخمری زیاد کار صورت نگرفته خصوصا در قسمت خانما ما به این دلیل زیاد علاقمند به شدم که باید به با این بانوان یک کار انجام بتم به این خاطر باز ما یک شرکت تولید غذایی به نام بانوان افغان که یعنی دی میتونه کلا خانما باید کار کنه ایجاد کردم و بعد از یک مدتش دیدم تقاضا به خاطر رستوران به ویژه بانوان ضرورت است تقاضا یک تقاضای پنهان بود که من ایره پیدا کردم چرا که در شهر پلخمری هیچ کدام رستوران مخصوص بانوان نیست و او دلیل من تانستم که یک رستوران هم ایجاد کنم که رستوران هم یعنی دمو شرکت تولید غذایی فکتوریش در یک قسمت است و رستورانش مخصوص بانوان است که به فامیلا هستند که و همچنان آقایان هم برشان هست که باید بیان ولی بیشتر فامیلیا در اوجه میان رو رو با استاسو پا دستگاه بنده خم حق خبری و کچه پا بغلان که برا من سکره هم دارنگ رستوران یا دونا هم مکره خو لمره با استاسو پا دی سوداگری سه شرکت بنده خبری و لرو چه اتاس چه دغه شرکت را منځته که یو خدا ده چې یعنی ستاسو هدف دا تر څو هغه میرمنې خودکفاشي کار وکړئ او د دې تر څنګ تاسو ډېر کم بودونی و چې تاسو پکې ډېر پرمختګ وکړئ که هغه میرمنې خب معمولا هر متشبثی که او یک فعالیت تجاری را انجام میده و منفعت خود در نظر میگیره ولی در قسمت ما هم زمینه یعنی بیشتر فوکس ما این است که باید زمینه اشتغازهی برای بانوان ایجاد شوه و خصوصا به قشر تحصیل کرده بیکار که فعلا بیکاری به اوج خود رسیده ایم چطور بتانیم محو بیکاری یعنی بیکاری کاهش بتیم به این دلیل و دیگه در کنار از او مفاد خو یک چیز مهم است به هر متشبثی که سرمایه گذاری میکنه و خصوصا این پرایوت کمپنی است کدام دونر تا هنوز حمایت نکرده یعنی شخصی است از انوست خود ما هسته و بانو شنواری در این شرکت چه تعداد کارمند عضویت دارند و مخصوصا حضور خانم ها چگونه هست؟ دهی شرکت در حدود به شمول فروشنده
20 تن از بانو هستند و فقط 2 تن از آقایان هستند به خاطر بعضی چیزا ضرورت هستن، اونا به خاطر کارهای بیرونی و لوجستیک و بعضی چیزایشان، و کلا خانم‌ها حساس فروشنده گرفته و کارمندایی که کلیدی هستن در داخل و معاون و مدیر مالی و اداری و بعضی بخش های دیگه ایشان و همچنان کارمندی که در داخل فکتوری کار میکنه. اساس دی شرکت پر به یو پختنه بلم شبه نزو که بقی نورو سبره شو پدی نورو برخو چه تاس چه در شرکت را منسا که دیگه چه در سر دیرم رسا وکړه ترسو تاسو پخپل پخو داریگی یا نور میرونی هم رشی تاسو پخواکی کارونو که. خب ما فعلا از فعالیت های ما مزمی ایجاد شرکت در 25 فوریه 2017 ایجاد شده، در حدود 9 ماه میگذره، زیاد نشده، ولی تا هنوز کدام از طرف کدام دونر خاص حمایت نشدیم، یعنی شخصی هست و وعده ها بسیار زیاد است که ما این قسم کمک میکنیم، ولی فعلا خدا را شکر بگوییم به پای خود استاد شدیم از اونمو امکانات خود. بسیار خوب. میریم روی بخش بعدی که امی بانو شنواری یک شرکت هم داره برای بانوان در ولایت بغلان، مرکز تجارتی. میریم روی ای و سوالا را از این آغاز میکنیم که بانو شنواری، ای مرکز تجاری را که شما ایجاد کرده این مخصوصا بر خانم ها چقدر، یعنی ای ابتکار و خلاقیت به خانم ها بهتر و خوبتر بوده تا حالا و چقدر تانستن خانم ها هم به خاطر زمینه سازی کار بر خودشان بتانن خودشان سرپای خود استاچن و بتانن خود کفا باشن؟ خب مرکز تجارتی بانوان نخستین مرکز تجارتی از ولایت بغلان شهر پلخمری که ما ایر ایجاد کردیم، تا هنوز کدام محفل افتتاحیه هم برش نگرفتیم چون تازه ایجاد شده. او تقریبا یک مارکت مکمل است که ما 2 منزل زور گرفتیم به کرایه و در حدود 36 دکان داره که تمام فعالیت ها همیشه از کسایی که هستن خانمایی بودن که در خانه کار میکردن، کارگاه داشتن، کارگاه خیاطی، کارگاه بگدوزی، بودوزی، اما تو یک جای مشخص بر از اونا نبود و اگر آن بود مثلا معمولا همی باغ زنانه برش میگن، اونقدر مارکت نداره. ما به خاطر خواستم که یعنی چطور بتانیم برای زینا بازاریابی شود در امی سنتر برای زینا یک مرکز ایجاد شود و خصوصا در شهر که مشتری های زیاد زیادتر باشه، چرا که اینا زیاد زحمت میکشن خصوصا صنایع دستی بسیار وقت زیادشان تلف میکردن، ولی متاسفانه برای زوی هیچ کدام بازار وجود نداشت. درست خریداری میکردن یک تعداد، ولی با او اندازه، چرا که این بسیار مکان درست برشان نبود. و دیجا فعالیت های بسیار زیاد است، کارگاه خیاطی است، بیک دوزی است، بود دوزی است و همچنان لبنیات است و خود امی رستوران است و قهوه خانه هم است که تازه ایجاد شده. بسیار خوب. و بخش مو فود پرودکشن شه گفتیم و یک شرکت که شرکت تجاری است که او تجارتی است به نام شرکت تجارتی تمنا بکتاش که در اصل دفتر مرکزیش کابل است که ایجاد شده، ولی یک نمایندگی زیر به طور نمونه به خاطر که در اوجا بیشتر ممین باشم در اون مارکت است و بسیار فعالیت های دیگه است که ما خانما را تلاش داریم که تشویق کنیم بتونن فروشندگی کنن. تمام می فروشات از اینا توسط زی اگر از لباس هست، آرایش هست، سوپرمارکت هست و کوشش میکنیم به هر که اینا تمام شد. بله، و یک گپ را که شامله خیلی خوب هست، همیشه بعضی از لباس ها، بعضی از یعنی وسایلی که پیش خانم ها نزد خانم ها از دوکاکن، ما میتونیم که خانم هایی که نمیخواین از دیگه جای خرید بکنن و یا هم دوست ندارن، میتونن که یک جای مشخص حداقل پیدا شده که بتونن پیش خانم ها برن و راحت همو چیزی که ضرورت دارن خریداری بکنن. یعنی دلتا در تجارتی مرکز که در طول پلورون که و یک دوکان کم دوکانونه چی لری در طول میر من دی د دوی دا کوم لاسی سنای چې خرڅې دا خپل چم تو کیسه رقم دی؟ معمولا اینا کسایی هستن یک تعداد کم اونا کارخانه دارن، کارخانه تولیدی دارن و هم محل فروش برزو دارن که باید زمانی که تولید میکنن دونمو دکانای مربوطشان به فروش برسانن که تمامشان فروشندهش هم خانما هستن. ولی ما به خاطر رشد و ظرفیت سازی از اینا، ما از ترینری که باید از طبقه آقایان باشن که اینا رو بیشتر بتونه ظرفیت سازی کنه، به یک مدت کوتاه
تصمیم داریم که برشان استخدام کنیم. بعد از اونا که کار یاد گرفتن به اونا را ما رخصت میکنیم که چرا اونا به پای خود استاد شون خود کفا شون. بسیار خوب. شبانه اوست به همراه شو پر رستوران بند. آها بله. و میریم روی شما یادآور شدن که یک رستوران هم ایجاد کردین. کار و مدیریت رستوران به دست آقایان هست یا خانم ها خودشان مدیریت میکنن رستوران؟ خب قبلا در جای قبلا که ما در یک جای دیگه بودیم، تازه در مرکز تجارتی انتقال کردیم. قسمی قبلا برتون ما ذکر کردم، ما او وقت سرویس ما از ساعت 6 صبح تا 6 شام بود و حال چون در سنتر آمدیم مرکز تجارتی است، یعنی بس طرف شب هم ما تا 10 بجه شب فعالیت داریم. بسیار. از 6 بجه صبح تا 6 بجه شام این شفت مخصوص خانم‌ها هست و به خاطر بعضی مشکلات امنیتی به خودتون معلوم است که از طرف شب نمیتونن خانم‌ها بیشتر در قسمت باشن، شفت شبانه را به آقایان ما تنظیم. بسیار خوب. و چه تعداد خانم‌ها در این رستوران مصروف کار هستن؟ در رستوران چون شرکت تولیدی که براتون گفتم امی تمامش فعالیتشون مشترک است، یعنی از اوائل شرکت این رستوران ساخته شده. به این دلیل اون در رستوران تونمو کسایی هستن که در شرکت کار میکنن و او چندین دیپارتمنت داره، بخش شیرنی باب هسته و بخش غذا هستن که غذایش تولید میکنن و فقط 3 نفر در رستوران مصروف میباشن که یکی اونم مدیرش هست، منیجرش هست و کسی که سرویس میکنه و کسی که کلینر رو صفاکاری میکنه و دیگه تمام تولیدات خود شرکت میکنه. یعنی دقیقا دری کسی چی دی دلتا بدی رستوران که لودی سره د ورځ له خوا، یعنی د دوی د منیجمنت تاسو خو ناست دي، د مدیریت څخه دا میرمنې کوي او کله دوی سره په خوا کې نارینه هم کار کوي. از برتون ذکر کردم که از طرف صبح خانما هستن کلا از منیجرش، ولی از طرف شبانه آقایان هستن. بسیار خوب. این کار ساده ای نیست که یک رستوران را 3 خانم در طول روز مدیریت بکنن و بتونن به شکل موفقیت و به شکل درستش همون کارها را انجام بدن. خب شمله اگر البته اوس برای شده خیاطی دستگاه پوارم که دیش لیدون که تا معلومات ور که البته دی مقدمی بتوگه چی دا خیاطی دستگاه مستر دولا سواخ مرامت سکر و مرخیت چیست داد؟ کارگاه خیاطی قسمی که براتون قبلا گفتیم ما در 3 ولایت فعالیت دارم. ولایت بغلان که شهر پلخمری است و همچنان سمنگان مزار که تازه در کابل ما هم فعالیت داریم که کارگاه خیاطی در آغاز در کابل بود که یک مسئله کمک برای زندگی زن است که کارگاه هم داره، ولی چون با ایجاد مرکز تجارتی بانوان ما می یک کارگاه دیگر هم در مرکز تجارتی، چون ضرورت هر خانم است، معمولا خانم ها پیش آقایان که خیاط هستن لباس نمیبرن، بعض کسا دوست ندارن. با او دلیل ما خواستم که باید چی کنیم که یک خیاط مخصوص، اگر چی خیاطایی که در خانه خیاطی میکنن بودن مثلا به شکل بهتر و خوبتر باشه که هر کس بتونه مراجعه کنه، مشتریشون هم بیشتر باشه، که در ولایت بغلان شهر پلخمری ای در مرکز تجارتی تازه ایجاد شده، اما در کابل در حدود 2 سال است که ما داره میره. بسیار خوب. و آیا دستگاه خیاطی تنها ای هم مربوط خود شماست یا از طرف کدام نهادی یا جای شما کمک میشین؟ مرکز امی خیاطی که است، ما یک انجمن تجارت پیشه خانما داریم که در اصل او یعنی رئیس او انجمن خانم فعال به نام وحیده محسنی است که هم من همراهش همکار هستم، مشاور اقتصادی مو انجمنشان هم هستم که با اونا ما مشترکن امیر هم شخصی اونا رو تشویق کردیم، چون در تمام فعالیت ها ما میخواییم که خانم ها رو زیادتر سهم بتیم. با او دلیل او ایجاد شده، اما او هم شخصی هست، ولی تا هنوز از طریق کدام دفتر حمایه نشده. بعض فعالیت های کوچکش مثل آقا خان فاندیشن اونا به عهده دارن، ولی اتو مشخصا اونا کمکش نکرده. بسیار خوب. شبانه بخیر کم غواړم یو خبر را ته کوم، هو چې تاسو چې دا دومره فعالیتونه ترسره کړي په دې هر یو کې کوم نوی پلان لرئ، نوی کارونه مو تر لاس لاندې وي، د میرمنو د خود کفایي همدارنګه د پرمختګ لپاره کېدای شي موږ سره هم لږ څه معلومات شریک. فعالیت هایی که ما میخوایم انجام بتوم و پلان هایی که در آینده هست اوی است که ما تارگیت ما تقریبا امی ولایت هایی که امن هستن و به من نزدیک است و میتونم خوبتر منیجمنتشان کنم در قسمت مدیریتشان. 4 ولایت ما فعلا تحت پوشش داریم. ولایت هایی که همجوار هم گفتم میتونیم مثل پروان، کاپیسا و
و همچنان هرات که کم دور هم است ولی علاقه من دستم که باید موج فعالیت‌های خود گسترش بده. بسیار خوب. فعالیت‌های خود گسترش بدهیم و می برانچ شرکت تولید غذای بانوان افغان که اگر ما بتونیم در می 7-8 ولایت اگر ما فعال کنیم خیلی خانم‌ها صاحب کار میشن، خیلی خانم‌ها تشویق میشن و همچنان فکر کنم می خانم‌ها هم خودکفا میشن. بسیار خوب. یک گپر که یادآور کنم به چنده مؤسسه کمک برای زندگی زنان میشه در کابل، میشه در رابطه با دستاوردهای این مؤسسه بگوین که چه خانم‌های بیشتر در کدام شرایط باید باشن که تا کمک از سوی این مؤسسه برشان در نظر گرفته شه؟ مؤسسه کمک برای زندگی زن که در حدود 2 سال بیشتر از 2 سال است که فعالیت میکنه که رئیس زو خانم رحیمه معصومی میباشن و همچنان بزنس پارتنر ما هم است که ما در مؤسسه پارتنر هستم، پارتنرشیپ دارم امرشان. ای تو مشخصا به تو خانمایی نیست که برشان بگویم که شرایطش فقط بی بزاعت باشه، اونا با فقط به بانو هست. یعنی هر کس مثلا ما داریم بخشای متفاوت در وجه سواد حیاتی هست، نقاشی هست، کارگاه خیاطی هست، گلدوزی هست، دستسوزی و بافت و بعضی چیزها هستن. در کل زمینه سازی، یعنی زمینه سازی برای نمی خانم ها هستن. مهارت های خانم ها در نظر گرفته میشه که کدام خانم در کدام بخش مهارت داره، برای اونها ترند داده میشه و بخش انگلیسی و کامپیوتر هم هستن به خاطر ظرفیت بانوان جوانان و سواد حیاتی برای بانوایی که بی سواد هستن از سواد به خاطر بهره ببرن به خاطر از پیشرفتشان سواد حیاتی هم است و به این تعداد خانم ها هستن و در صورت ضرورت بعض خانم هایی هستن که به کمک نیاز دارن برای اونا باز دیر زیاده مننه تمنه جانی در چه خبرونه ترانلی پا کارونو که لا بریالی توب در تغوارم در چه پا کارونو تاسو دمره فعالیتونه یوزای سر ترسوی نو پا دیه هیله چه تاسو پا جوان که لا پر مختگو که یو مقام تو رسید دیر مننه خورجه سلامت باشین سپاس و دوستا حال هم وقفه کوتاه داریم دوباره برمیکرد.